مشروطه یعنی حکومت قانون، نه پهلوی، نه سلطنت، نه پادشاهی معنیش میشه. ما باید یک انقلابی انجام بدیم که به نفع تمام مردم ایران باشه، نه به نفع یک گروه خاص. ما باید یک حکومتی داشته باشیم که گروه های سیاسی با همدیگه پیوند داشته باشن، نه اینکه گروه های سیاسی مقابل همدیگه قرار بگیرن. در سامانه مشروطه هم جمهوری خواه و هم پادشاهی خواه هر دو هویت سیاسی دارن. یعنی در مشروطه هر دو گروه سیاسی جمهوری خواه و مشروطه خواه با همدیگه پیوند سیاسی دارن و هر دو گروه به هدفشون میرسن. اون مشروطه خواه پادشاهشو داره، اون جمهوری خواه هم پارلمانشو داره. ولی زمانی که شما این دوتا گروه مقابل همدیگه قرار میدین با رفراندوم، ناخواسته گروه حذف میشه و بعد از 20 سال اون گروهی که هست شده دوباره انقلاب میکنه. دموکراسی یعنی همه مردم رو با گروه‌های مختلف به همدیگه پیوند بزنیم. فرم‌های حکومتی در هر کشور باید بر اساس جغرافیای انسانی و تاریخی باشه تا با دموکراسی و مردم سالاری منطبق باشد. پس از این به بعد هر کسی بهت گفت مشروطه، بگو یعنی حکومت قانون، نه سلطنت، نه پادشاهی، نه پهلویه. حکومت قانونی است که با نهادهای دو سیاستی یا چند سیاستی اداره میشه. یکی دوست داره پادشاهشو داشته باشه، اون جمهوری خواه هم پارلمانشو داره. ایران متعلق به تمام مردم ایران و تمام گروه‌ها، نه فقط جمهوری خواه کمونیستا که با نوع حکومت جمهوری بخوایم یه گروه رو حذف کنیم. ولی در حالت حکومت قانون یا همون مشروطه تمام ملت ایران زندگی میکنن. مردم حق دارن در کشوری زندگی کنن که هویت سیاسی خودشونو مبتنی بر جامعه پیدا کنن. اگر کسی موضوع رو قبول نداشته باشه، یک آپارتاید سیاسی، یه جدایی سازی سیاسی داره درست میکنه به بهانه رفراندوم. خب حالا راهکار چیه که ما بتونیم به این جامعه برسیم و همه مردم با همدیگه زندگی کنن؟ وقتی یک شخص غرورش از دست میده، بهش میگن تو باید بگردی دنبال نقاط قوت خوده تا اون عزت نفس از دست رفته رو دوباره احیا کنی. یا یه طور دیگه مثال بزنم، شما وقتی میخوای از کشورت ایران مقابل یک خارجی صحبت کنی و با غرور از کشورت حرف بزنی، چه موضوعی عنوان میکنی که کشورت برتری داشته باشه نسبت به کشور اون طرف مقابل؟ مسلماً اکثرا میگن تمدن ایران، با افتخار میگن کوروش بزرگ، کوروش ما بود که منشور رو نوشت. خب الان همین نسلی که داره انقلاب میکنه دنبال همین غرور از دست رفته است، دنبال همین عزت نفس از دست رفته است که خودش رو مقایسه میکنه با کشورهای غربی، حتی با کشورهای عربی، و میبینه پیشرفتی که اونا کردن ما نتونستیم بکنیم. خب مسلما این کشورها نمیخوان ایران واسهشون شاخ بشه و داره اینقدر هزینه میکنه روی رسانه‌ها. عربستان داره روی رسانه‌های ایرانی هزینه میکنه که از طریق همین رسانه‌های ایرانی دارن غرور و هویت ملی ما رو نادیده میگیرن. رسانه‌ای که یکی از وظیفه‌هاش ترویج ملی‌گراییه. خب ما الان تنهاییم، هیچ کسو نداریم. تو وقتی با افتخار از گذشته صحبت میکنی، میگی ما فلان تمدن رو داشتیم، ما کوروش بزرگ رو داشتیم، ما در گذشته این بودیم، گذشته رو بذار کنار و با افتخار از میراث همین تمدنت که در زمان حال شما دارین با افتخار صحبت کن. پس کسی که داره پهلوی ستیزی میکنه برای ژست روشنفکری مثل روشنفکران کمونیست 57، داره تمدن ایران رو کنار میزنه، داره ترویج ملیگرایی رو کنار میزنه، داره کمک نیروهایی میکنه که نمیخوان ایران به اون نقطه احیای غرور ملی برسن، به اون جامعه‌ای برسن که همه بخوان با همدیگه زندگی کنن، با هم پیوند سیاسی داشته باشن. سودشون تو اینه که ایران تبدیل بشه به جوامع کوچیک کوچیک فروپاشی. پس راهکار اینه، حمایت از میراث به جا مونده از تمدنت، چون شاهزاده تنها کسیه که میتونه اون غرور از دست رفته رو دوباره واسه ما احیا کنه در مقابل جوامع غربی. فارغ از این که ما به دنبال سلطان یا سلطنت باشیم، ما به دنبال حکومت مشروطه هستیم، همون حکومت قانون یا حکومت مردم بر مردم.